بقیه قصه آهو و آخر خران. روزها آن آهوی خوشناف نر در شکنجه بود در استبل خر، مضطرب در نزع چون ماهیز خشک، در یکی حقه معذب پشک و مشک. یک خرش گفتی که ها این بلوهوش، طبع شاهان دابرد و میران خموش. وان دگر تسخر زدی که از جر اومد، گوهر آورده است که ارزان دهد. وان خری گفتی که با این نازکی، بر سریر شاه شو گو متکی. آن خری شد تخمه و از خوردن بماند، پس به رسم دعوت آهو را بخاند. سر چنین کرد او که نه رو ای فلان، اشتهاام نیست هستم ناتوان. گفت میدانم که نازی میکنی، یا ز ناموس احترازی میکنی. گفت او با خود که آن طعمه ای تو است، که از آن اجزای تو زنده و نو است. من علیف مرغزاری بودم، در زلال و روزه ها آسودم. گر قضا انداخت ما را در عذاب، کی رود آن خو و طبع مستطاب. گر گدا گشتم گدارو کی شوم، ور لباسم کهنه گردد من نوام. سنبل و لاله و سپرغم نیز هم، با هزاران ناز و نفرت خوردم. گفت آری لاف میزن لاف لاف، در غریبی بس زبان گفتن گزاف. گفت نافم خود گواهی میدهد، منتی بر عود و انبر مینهد. لیک آن را کی شنود صاحب مشام، بر خر سرگین پرست آن شد حرام. خر کمیز خر ببوید بر طریق، موش چون عرضه کنم با این فریق. بهر این گفت آن نبی مستجیب، رمز الاسلام فی دنیا غریب. زان که خیشانش هم از وی میرمند، گرچه با ذاتش ملایک همدمند. صورتش را جنس میبینند انام، لیک از وی می نیابند آن مشام. همچو شیری در میان نقش گاو، دور میبینش ولی او را مکاف. دور میبینش ولی او را مکاف، ور بکاوی ترک گاو تن بگو. که بدرد گاو را آن شیر خو، طبع گاوی از سرت بیرون کند. خوی حیوانی ز حیوان برکند، گاو باشی شیر گردی نزد او. گر تو با گاوی خوشی شیری مجو.